بعض العلماء امروز که بعض مسائل که در احادیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم و در قرآن این آمده، در قرآن مجید، اینا میگن که چرا در سابق نبودن؟ خب در سابق مثلا اگر مخالف مزاج از گفتمه شد ریش سفید یا بزرگ که از قریه عالم گرد یا زده باشه. میشد، مثلا من خودم به چشم خود در یک جای دیدم که در اون منطقه مثلا شب عمو ملک منطقه زنا و دخترا و بچه های رقاصه را آورده بود و در عروسی بچه خود میرخصاند. سو وقتی که عالم عزیز در نماز جمعه سرزمین مسئله انتقاد کرد، فورا عمو ملک آمد و امام مسجد از مسجد کشید و گفت که برادر بخی برو، تو جواب هستی به خاطر ازی که تو چرا مخالف، تو مرا توهین کردی، تحقیر کردی، این کار خود من کرده بودم. این حال بسیاری علمایی که در این مساجد بودن دو قسم شد. یک تعداد علما بیخی مساجد ایلاق کردن به خاطر ازی که در مسجد بجز ازی که امی کلانا و ریش سفید های ازی محله ایره به گپ نمی ماندن و سرش حاکمیت می کردن، بیخی ایلاق دادن، گفتن ایچ فقط اگر کدام وظیفه خوب دیگه پیدا میکرد ایچ امامت نمیکرد. و او کسایی که امامت میکردن او بیچاره دانشان بیخی هم تو بسته بود. از یک طرف حکومت های وقت دانشان رو بسته کرده بود که تو مخالف حکومت یک کلمه گپ زدن نمیتونی، اگر زدی میکشیمت. مثل که در این وقت خلقی ها و کمونستا به هزاران امام مسجد و عالم دین و حافظ قرآن به شهادت رسیدن و ایره کلگی میفهمند. چرا؟ به خاطر که یک گپ حق میزد. و یک تعدادی دیگه که بالاخره به در مساجد آمدن، بالاخره زمینه برازی پیدا شد، یک تعدادی که علم ندارن بین در امامت بگیرن و اینی کسایی که علم نداشتن یا آمدن امامت گرفتن به خاطر از این که یا با مزاج مردم سازش میکردن، چون علم نداشت، دانش نداشت، فقط میخواست که از امون مسجد و امامت یک استفاده بکنن. علمای حقیقی رو براش دانش بسته، از یک طرف از طرف مردم و از یک طرف دیگه هم از طرف حکومت ها. امروز که مثلا یک تعداد علمای پیدا شدن که اینا حق گفته میتارن به خاطر از این که این علما استغنا دارن، امکانات دارن، احتیاج مردم نیستن، از این خاطر حق بر مردم میگن و باز مردم میگن خیلی این علما چرا در طول تاریخ نمیگفتن؟ حال در طول تاریخ اگه میگفت تو کی میشنیدی؟ اگر بر از این میری صفحه گفته میشد که تو چرا مثلا میری به قبر سجده میکنی؟ عالمه امیال هم اگر مثلا بسیاری کسایی هستن که اگر به قبر میره سجده میکنه، به مرده سجده میکنه، پیش فالبین خانم خدا میبره، پیش جادوگر خودش میره میشینه. حتی امو قصه را ما برتان گفتیم یا نگفتیم، یک روز یکی از محصلین ما در پانتول گفت که من رفتم که یک اوندو را دیدم که یک مسلمان دیدم پیش اوندو شیشته تعویز میگیره. میگه من رفتم براش گفتم که برادر تعویز خوب پناه جستن است، تو اوندو دمی تعویز تر به کی پناه میده؟ حتما به بت پناه میده، پس تو کافر میشی. میگه اوندو بر از این نفر میگه که گپای زیر گوش نگی، ای وهابیست. این حال شما تصور بکنین که حتی یک اوندو هم به خاطر اونمو باطل خود سر یک جوان مسلمان نام میگذارن. این حال اینمی قسم حتی انگلیس ها در افغانستان آمدن، یک کسی بود به نام خواجه نصرالدین، خواجه نصرالدین که در ترکیه بودک، او را انگلیس ها من در افغانستان به نام بلا نصرالدین شهرت دادن به خاطر از اینکه علما توهین شوه و تحقیر شوه. و همین هم شما شاید بشنوید که بسیاری از مردم های بیعقل و احمقی که برنامه های انگلیس نمیفهمن میخزن فکایی میگن و میگن که مولا نصرالدین تو کردن، در حالی که اینال تو میتونی بری پیش یک نصرانی بوی کشیش نصرالدین، سر کشیشش شخن بزنی که تسلی در دانت میزنن، برای یک اوندو که بگی پندتت اینطور است سر شخن بزنی تا که تسلی در دانت میزنن، میگه تو یک عالم دین مره توهین میکنی. اما در متاسفانه در کشور ما و شما تمام روز فکاهای مولا نصرالدین و حتی کتابای چاپ میشه و بسیاری وقتا هم فکاهای تک بخونی اکثریتش هزل است، استهزاء است. حتی ما کتابه که فکاهی بود یک روز خواندم، خوب همونطوریش کلان داره، لنگی در سرش است، شفن داره و او رو معرفی کرده به نام مولا نصرالدین، سر علما رش خند میزنن. از این خاطر مشکل علما در طول تاریخی بوده که هم از طرف حکومت ها و هم از طرف خود اینمی کلانای منطقه دان از اینا بسته بوده و نگذاشتن که اینامو واقعیت قرآن بگه. و امروز هم که از بعضی از مساجد و بعضی جایی که میتونن بگوین در بعضی از مساجد و در بعضی از مناطق امیال هم عالم حق نداره که مخالف مزاج اون امور ریش سفید منطقه و کلان منطقه گپ بزنه، به خاطر از اینکه اگر مثلا درباره بلباسی گپ بزنه، پیغمبر میگه که صنفان من اهل النار لم اراهم، دو صنف از اهل دوزخ هستن، یک طایفش کاسیات و ناریات هستن، کاسیات و ناریات زنای هستن که برهنه هستن. این حال اگر امی عالم بخواد صحبت بکنه، اون امور مردکی که کلان از این منطقه هست، ملک منطقه است یا خان منطقه از دختر خودش تو بگی آرایشکدگی و باجراب و با
سرلوچ از خانه میبره، حتما او میگفت اوه ای گپ نزن، به خاطر از اینکه به مزاج ما بر میخوره، مرا بد گفتی، اگر سر شراب بد بگه بویه که شراب که از رشوت خور، لعنت خدا سرش، حتما در بین مقتدی یک نفر رشوت خور پیدا میشه که کلان هم است، مگه مولوی صاحب تو چرا خیستی، ما را توهین کردی و تو عصر نمیفهمی و ضرورت عصر نمیفهمی و ما رشوت میخوریم به این شکل. این حال دانه از اینا در طول تاریخ به این شکل بسته بوده و علما نمیتونستن به اون شکل واقعیش صحبت بکنن. و او کسایی که در لباس علما در بعضی از مساجد مثلا آمده فقط به خاطر تجارت امامت کرده، اونو یک تعداد مردم بودن استفاده جوی کار خدا کرده، وا خوب بیخی مردم کم جای علما را که امو آخر زمان یکی از علاماتش چی است که وقتی که علما از بین میره باز جاهل میاد جای از اون میشینه، باز یعنی جاهل دیگه بر از اونها چی رواج میده که امروز روز دو است، امروز مرده مرده، روز سه است، امروز شب جمعگی است، امروز چل است، در حالی که در از دیدگاه اسلام نه شب جمعگی است و نه چل است و نه روز دو است و نه روز سه است و نه علاق خواندن است. حتی یک وقت من خودم خورد بودم در خانه مرا بردن گفتن تو بگی علاق بخوام، گفتم چی قسم علاق بخوام، گفت الهاکم التکاثر را بخوام، خب گفتم میری بخوام، گفت نه کلکت اینال در بین الواق، من کلک من وقت مثل خود وارم که دستایم نازک نازک بود جوان بودم، کلک من در بین الواق چخ کردم الحاکم تکاسر خانم، امی کلک من بیخی سخت، من گفتم نیمی در کدام دین از یکی برای شما، گفته خلاص به این شکل. این حال زیادتر قاری صاحب در افغانستان نسبت به سخن علما، سخن امی رواج، عادات، عنعنات، کلتور، اینا کلش رواج داشتن. از این خاطر مردم که انتقاد میکنن، انتقادشون به خاطر ازی است که چرا علما آل گپ میزنن، که آل علمایی که استغنا دارن، علمایی که مثلا از امو قیدها تا اندازه خود خلاص کردن، میتونن بسیار خوب بکنن. در غیر از او علما مشکل خود داشتن و این مشکل تا به امروز هم است که الله جل جلاله بر ما شما توفیق بده که مردم ما را توفیق بدن که واقعا گوش شنوا داشته باشن، اما تو تحت مثل از این نشه که لهم قلوب لا يفقهون بها، بسیاری کسی لا يبصرون بها، که او قسم نشن دیگه. الله جل جلاله بر کل ما شما می توفیق نصیب